بسم الله الرحمن الرحیم بسیار خوشحالم که در فرصت امروز برخی از تشکلها و سمنها و خیرین در این جمع تونستند فعالیتهای خودشون و تلاشهای خودشون و همچنین نیازمندیهایی که سمنها دارند مطرح کنند خب در جامعه ای که ما زندگی می کنیم هم محیط ما نیازمنده به کمک هست هم انسان ها نیازمنده به کمک هستند حالا نیازمندی ها یه مقدار متفاوت بعضی ها نیازمندی های بیشتری دارند کمک بیشتری نیازمندند برخی کمتر اما در این حال بدون اینکه خود مردم در صحنه مشکلات جامعه حضور فعال پیدا کنند حتما مسائل کشور حل و فصل نخواهد شد یعنی اینکه ما فکر کنیم دولت حالا هر دولتی در هر جامعه ای حتی در جامعه پیشرفته دولت قادر هست همه مشکلات حل کنه همه گره ها رو باز بکنه و شرایط و محیط مناسب رو برای زندگی انسان ها فراهم بکنه این چنین نیست بدون کمک مردم حضور مردم فعالیت مردم امکان پذیر نیست حالا چه ما که مسلمانیم اعتقاد به خداوند داریم اعتقاد به روز قیامت داریم و اون همه تأکیداتی که در زندگی همه پیامبران به ویژه پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه خدا شده نسبت به دستگیری دیگران یاری دیگران و چه یک جامعه‌ای که جامعه ایرانی است دارای یک تمدن کهن و بزرگی هست ما اگر بخواهیم کشورمون رو حفظ کنیم نظاممون رو حفظ بکنیم مردممون رو در مسیر سعادت و تعالی قرار بدیم بدون کمک و یاری همدیگر امکان پذیر نیست البته حالا یک تشکلهایی در جامعه وجود داره که الان مورد بحث ما نیست یعنی احزاب و تشکلهای سیاسی اونها هم جامعه رو یاری میکنن منتها در یک مسیر دیگر در مسیر آگاهسازی سازی بیشتر جامعه در مسیر دموکراسی جامعه در مسیر آشنا کردن به اهداف مهم جامعه اونها یه سری رسالت ها و وظایفی دارند و اتفاقا کار سیاسی احزاب که جای خودش بسیار مهمه نباید خیلی قاطی کنیم با فعالیت خیرین سمنها و اونهایی که یک وظیفه فرای حزب و گروه و جناح و مسائل سیاسی دارن مسائل سیاسی در یک سطحی هست خود به خود در مسائل سیاسی رقابته یعنی بدون رقابت در مسائل سیاسی احزاب سیاسی امکان پذیر نیست اونا رقیب هم دیگرند حالا به یک معنایی که ممکنه خیلی تو جامعه ما زیاد زیبا نباشه همه فعالیت میکنن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن حالا یک گروه فعالیت میکنه که او بگیره گروه دیگه ممکنه همه هم قصد هم خیر داشته باشن، من تو اینش بحث نمی کنم. اما در بحث سمنها و خیرین شرایطش متفاوته اونجا رقابت ها رقابت هایی نیست که این یکی بخواد اون یکی رو از صحنه بدر بکنه و قدرت در اختیار او باشه اونجا اتفاقا صحنه ای است که هر چه زیادتر بشه به نفع جامعه است اگر تو جامعه ما مثلا سمنهای ما چند هزار باشند این بشه چند ده هزار ما ضرر نمی کنیم. البته یه بحثی امروز شد و اون این که یک هماهنگی بین این سمنها و خیرین گاهی وقتا یه حرف است تکرار نیاز نیست گاهی وقتا تکرار بیشتری نیاز هست این کار خیلی ارزشمنده که ما بتونیم در سامانه های همه اینها رو جمع کنیم همه از همدیگه باخبر باشن از همدیگه مطلع باشن بدونن اون چه کار میکنه این گروه چه کار میکنه همدیگر رو یاری کنن هماهنگ کنن فعالیت ها رو این کار بسیار ارزشمنده و مهمه، مخصوصا توی این کار خیر و این خیر جمعی حضور جوانها بسیار مهمه، این نسل جوان ما، نسل پرانگیزه ما، نسل پرنشاط ما که به هر حال جوانهای ما یک ساعت فراغت، اوقات فراغت، غیر از تحصیل، غیر کار، غیر اشتغال دارند، و اتفاقا نسل جوان ما باید وارد این عمل بشه برای اینکه این مسیر بتونه ادامه پیدا بکنه بعضیا فکر میکنن که کار خیر کردن مال اون سنی نیست که آدم در سنین بازنشستگی و به فکر بقول معروف قبر و قیامت میخواد بیفته برای آخرتش داره تلاش میکنه نه بحث کار خیر انجام دادن و جامعه رو در مسیر تعالی قرار دادن این یک رسالت و وظیفه هم انسانی ماست هم دینی ماست وظیفه همه ما هست حالا در این کار در دولت در طول دولت یازدهم و دوازدهم ما تلاش ما این بوده که سمنها رو تقویت کنیم تلاش ما این بوده راه رو برای فعالیت خیرین بیشتر باز کنیم حالا اگر نقصی یا مشکلی هم هست اون نقص باید رفت بشه آمار و ارقام و تعداد حکایت از این داره که موفقیت هایی در این مسیر و در این راه وجود داشته اولا در این مسیر تعداد به ما نشون میده هم در بخش کار خیر در بحث بهزیستی کمک به افرادی که نیازمند به توانمندسازی دارند از لحاظ جسمی از لحاظ ذهنی از لحاظ خانوادگی به هر حال شرایطی رو که دارند عدد خب خیلی بیشتر شده از اونی که از اول بوده مثلا از 4000 4300 تا ما الان رسیدیم به 9000 و 800 تا سمن و تشکل خب عدد خیلی اضافه شده و فعالیت های این هم ها خیلی بیشتر شده سیاست ما این بوده تا جایی که ما میتونیم کار رو به خود اینها واگذار کنیم در خود بهزیستی من از اون آغاز هر جایی که در امکان بوده در اختیار خیرین در اختیار سمنها قرار بدیم ما گفتیم این رو در اختیار اونها قرار بدید اونا بهتر میتونن انجام بدن اگه یه شیرخارگاهی در اختیار دولت یا شیرخارگاهی در اختیار مردم هست مردم بهتر میتونن در اون بخش کمک کنن یه بخشی از معلولین در اختیار دولت یا در اختیار خیرین هست اونا بیشتر میتونن تلاش بکنن بر حال کار سمن یعنی خلاصش یک کلمه است کار سمن کار داوطلبانه است کار دولت یک کاری هست که بر مبنای مقررات و وظیفه و حقوق و ساعت کار و ایناست وقتی میگیم دولت یعنی هشت صبح وقتی ما میگیم دولت یعنی تعطیلی چهار بعد از ظهر یعنی یک زمان و شرایط خاص برای فعالیت وقتی ما میگیم مردم وقتی ما میگیم سمن وقتی ما میگیم تشکل های خیریه او دیگه ساعت نمیشناسه هفت صبح و شیش صبح و پنج صبح و شب ساعت ده شب و دوازده شب و ساعت نمیشناسه پس اون یک وقت باز داره یعنی در روز چون داوطلبم هست خودش آمده خودش علاقه لذت میبره از اون کارش به خود او نشات میده یعنی آمده که به جامعه نشات بده اما خود او هم نشات پیدا میکنه شما وقتی به یکی یاری میرسونید کمک میکنید و میبینید حالش بهتر شد زندگیش بهتر شد اول خود آدم لذت میبره این بهترین لذت است خداوند اینجوری ما رو خلق کرده و از ما اینجوری خواسته سار او الا مغفرت من ربکم و جنت ارز و هست سماوات و او ادت للمتقین الذين ينفقون في السراء و هؤلاء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خداوند میگه که یعنی خدا از مردم میخواد یعنی این رابطه ای که بین خالق و مخلوق وجود داره میگه عجله کنید بشتابید مغفرت خداوند رحمت خداوند پاداش خداوند جلو روی شماست به سمت بهشتی که پهنای اون همه زمین و آسمانه عرض و هست سماوات و عرض بعد وقتی توصیف میکنه متقین رو که میگه این اعدت متقین همه اینها آماده شده برای متقین که خود روزه ماه رمزون هم باز برای همین تقواست میگه الذین ینفقون فی و اونایی که کار نیک کردن دستگیر دیگران بودن یاری کردن مردم در تمام حالات جزو برنامه اوناست چه روز خوشحالی چه روز غم چه روز سختی چه روز رفاه همیشه این کار رو میکنم فسررا و ذرا. ذر اون روزی که حالش خوشه اون روزی که وضعش خوبه اون روزی که خوشحاله بخشی از وقتش رو میذاره برای جامعه برای نیازمندهی های جامعه اون وقتی هم که غم داره و مشکل داره بازم دیگران رو فراموش نمیکنه با اینکه خودش مشکل داره فسرا نیست فزرا اونجا در سختی است در مشکلات اما اونجا هم باز فراموش نمیکنه و دیگران رو یاری میکنه پس اساس این هست که ما از کار خیر و کار خیر جمعی به عنوان یک وظیفه یک نیاز و یک نشاط برای خودمون و برای جامعه ضروری است خب در اینجا بحث شد که در کنار آگاهی بخشی جامعه توانمند ساختن جامعه هم ما باید مردم رو آگاه کنیم هم باید نسل جوانمون رو آگاه کنیم جامعه رو آگاه کنیم این آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که داریم برخیش در اثر ناآگاهیه اگر همه ویژگی ها همه قسمت های مسئله برای نسل ما جامعه ما تبیین بشه و روشن بشه گاهی وقتا مشکل با خود فهم و درک درست مسئله اون مشکل حل میشه اصلا طرف خودش رها میکنه گاهی وقتا طرف آگاهی داره اما نیاز داره که ما او رو یاری کنیم توانمندش بکنیم بتونه شغل لازم داشته باشه بتونه محل کسب و کار و فعالیت داشته باشه اینا همه اینها جایی است که ما بعد از آگاه سازی دنبال توانمند سازی جامعه هستیم که اینها رو توانمند بکنیم خیلی چیزام تو جامعه ما باید تبدیل بشه به فرهنگ بعضی وقتا یه کارایی هست ممکنه یه نفر دو نفر ده نفر انجام بدن اما تبدیل به فرهنگ جامعه نمیشه حالا اگه این تعبیری که در اسلام آمده امر به معروف نهی از منکر معروف و منکر قبل از اینکه ما بریم دنبالش قبل از اینکه دیگران رو دعوت کنیم به معروف دیگران رو نهی کنیم از منکر باید برای مردم به عنوان معروف و کار نیک و کار شایسته جا بیفته این در سایه فرهنگ سازی در جامعه است یه وقتی شما ببینید کسی خیابون رو نظافتش به هم میزنه آشغالی رو پرت میکنه احساس شرم هم نمیکنه این باید تبدیل بشه به فرهنگی که او احساس شرم بکنه الان تو همین مقطعی که ما هستیم یعنی مقطعی کرونا مخته فشارهای اقتصادی حالا خیلی حرف ها زده میشه کنار و گوشه که آقا فلان کار چرا نشد فلان کار چرا انجام نگرفت فلان کار چرا نشد ما یک کشوری هستیم که سه سال و نیم در یک جنگ تمام ایار اقتصادی هستیم هیچ کشوری همچون شرایطی رو پیدا نکرده اینکه ما تونستیم در این سه سالونیم وایستیم ایستادگی بکنیم در برابر همه فشارها خم نشدیم نشکستیم در برابر این همه فشار ایستادگی کردیم تا جایی که همه دنیا امروز قبول داره الان یک کشور نیست که شما ازش بپرسید که آه فشار حد اکثری نسبت به ملت ایران موفق بود یا موفق نبود خود اونایی که این کار کردن خودشون هم میگن ناموفق نه این دولت فعلی آمریکا حتی مسئولین دولت قبلی هم معتقدن همونو که این طراحی کردن این فشار رو میگن این فشار فشاری بوده که به اهدافش نرسیده اونا میخواستن ظرف شیش ماه هفت ماه یه سال ما رو تسلیم کنن ناموفق بودند خب توی شرایط خاص این کشور خب وقتی توی جنگ ما هستیم خیلی مسائل هست خود به خود ما اون سرمایه هایی که میخواستیم خرج بکنیم برای اینکه جامعه رو در رفاه قرار بدیم توسعه کشور رو پیش ببریم خود به خود نقص ایجاد میشه این جای تردید نیست شما وقتی وارد یک جنگی بر شما تحمیل میشه مگه میشه آدم توی جنگ باشه شهید نده توی جنگ باشه زخمی نده مجروح نده معلول نده طبیعی است وقتی وارد یک محیط این چنینی میشیم مشکلات فراوانی هم برای ما داریم افتخار ملت ما و دولت به عنوان خادم ملت این بوده که در طول این سه سال و نیم که هیچ کس هم ما رو یاری نکرد هیچ کس ما رو کمک نکرد یعنی حتی وقتی کرونا آمد که حالا در کنار تحریم کرونا خو همه مردم گرفتار شدن قاعدتا هر بیرحمی هم تو اون شرایط میبایست بگه بگه حالا تو این شرایط کرونا و تو این شرایط اپیدمی ما اینجا دیگه تخفیف بدیم اینجا دیگه رها کنیم لاقل در دارو فشار نیاریم به مردم همون روش رو دشمن حتی در دوران کرونا هم ادامه داد اما مردم ما در کنار هم دیگر ایستادند مردم به صحنه آمدند اگر مردم در صحنه نبودند اگر همه فعالان همه شرکت های دانش بنیان همه اونهایی که خیر بودند همه در کنار هم قرار نمی گرفتند ما میتونستیم تو این یک سال و نیمی که این فشار کرونا بر ما وارد شده این ویروس آمده خب همه کشورهای دنیا البته تحت فشارن این موزل موزل ایران نیست مال همه کشورها هست ویروسی که متاسونی یافته است جهش یافته است ویروسی که تغییر شکل داده تغییر ماهیت به یک معنا داده تغییر فعالیت داده اینی که در موج چهارم الان ما باش مواجه شدیم با این فشار شدید بر ما که با موجهای قبلی قابل مقایسه نیست این این وضع تو کشورهای اروپایی هم بود این این وضع تو آمریکای لاتین هم هست این این وضع در خود آمریکا هم همه جا با این مشکل مواجه شدن خب ما یه ویروس در واقع مثل اینکه یه ویروس جدید آمده با یک شرایط جدید وارد شده شما میبینید ما با چه مشکلی مواجه شدیم اما در این حال مردم ما مقاومت کردن مردم ما ایستادگی کردن مردم همدیگر رو یاری کردن اگر ما نمیتونستیم امکانات لازم رو برای بیمارستان خودمون فراهم بکنیم اگر شرکت های ما نمیتونستن ونتیلاتور لازم رو تولید کنند در اختیار وزارت بهداشت درمان ما بیمارستان های ما قرار بدن سی تی اسکن رو تولید کنند در اختیار قرار بدن داروی لازم رو در اختیار قرار بدن کیت های آزمایشگاهی رو در اختیار قرار بدن اگر نبود کی به ما میداد حتی در همین ماسک ساده هم اگر فعالان ما نبودند در بعضی جاها خیرین وارد شدن در برخی از جاها خط تولید رو عوض کردن برای کمک به مردم خب شما دیدید وقتی مردم وارد یک صحنه میشن صحنه عوض میشه غیر اینی که دولت بخواد کاری انجام بده ما تو زلزله هم همین بوده تو سیل هم همین بوده اون وقتی که مردم وارد شدن اون وقتی که سمن ها وارد شدن تشکل ها وارد شدن همه آمدن به یاری مردم شما میدید گوشه و کنار جوان موسین همه آمدن پیر و جوان تو صحنه هستن روستایی و شهری تو صحنه هستن دارن کمک میکنن یاری میکنن واقعا کشور ما در عرض یک هفته 25 استان ما مواجه با سیل شد همه جا تخریب همه جا مشکلات خب مردم آمدن به صحنه مردم وارد شدن تو زلزله هم همینجور بود امروز در کرونا هم همینطوره همین الان تو ماه رمزون قبل ماه رمزون تو ماه رمزون که حالا ماه رحمت ماه انفاق ماه ارتباط ماه برکت مردم هستن کمک های مؤمنانه انجام میدن حتی برای اینکه ما کنترل کنیم این ویروس رو تو محله ها اون جاهایی که گروه های مردمی آمدن به صحنه هم کنترل کردن هم اگر خانواده هایی بودن که لازم بوده در قرنطینه قرار بدن اونا رو یاری کردن اونا رو کمک کردن جمع هایی بودن زنگ می به خونه مردم که شما چی نیاز دارید ما بریم براتون خریداری کنیم براتون بیاریم که شما از خونه خارج نشید خب خیلی مهمه یعنی این کار کار جمعی کار خیر کار دست جمعی کار مهمی است که فسرا و ذرا برای ما لازمه هم در روز سختی در روز مصیبت ضرورته هم در روزی که در رفاه هستیم باز هم برای ما ضرورته که این کار بزرگ و عظیم رو انجام بدیم و الحمدلله امروز در کشور ما میبینیم گروه های مختلف در کارهای خیر مختلف خب حالا دیدیم که در سال گذشته در جلسه ما گفته شد که خیرین ما برای مدرسه سازی در پی سه هزار میلیارد تومان کمک بودن دو هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده این کار رو انجام دادن مدارس نیمه کاره رو تکمیل کردن مدارس رو ساختن چه کار خیری بیش از این بهتر از این در کار مدرسه در کار بیمارستان در کار یاری مردم در کار اشتغال در کار اونهایی که بچه کوچه که به حال نه پدر داره، نه مادر داره، به هر حال باید در یه شیرخارگاهی مراقبت بشه، مواظبت بشه، بزرگ شه، واقعاً حالاتی که این بچه ها در سنین مختلف دارن، آدم باشون برخورد میکنه، ملاقات میکنه، میبینه چه زندگی سختی رو دارن میگذرانن. وقتی یاری هست، کمک هست، این زندگی سخت به مقدار بسیار زیادی آسان میشه ما الان در شرایطی که ما قرار دادیم هم جامعه ما نیاز به کمک داره نه تنها به خاطر کرونا و تحریم همیشه ما نیاز داریم حتی اگر تحریم هم تمام بشه کرونا هم تمام بشه باز جامعه ما نیاز داره به این تشکل ها باز ما نیاز داریم به اون انجمنی که برای اعضایی که باید اهدا بشه فعال باشه و کمک بکنه و هر حال افرادی هستند که به خاطر یه عضوی که دچار مشکل شده جانشون از دست میدن و افرادی هم هستن که حاضرن در یک شرایطی که از دنیا میرن تو همون لحظات اول اعضای خودشون رو فدا بکنن خب این کار کار بسیار ارزشمنده یعنی بحث حیاته بحث زندگیه حیات و مرگ در حیات فکر ما احیان نازجمع ها. اگر یک نفر رو شما نجات بدی مثل اینکه یک جامعه رو نجات دادی، انسان ها رو نجات دادی خب ما اینجا کار بسیار مهمی هست. همونطوری که در نجات معنوه همینطوره در روایات ما آمده اگر شما یک نفر رو هدایت کنی به راه مستقیم، و لعن یهدی الله بکر رجالا خیر لکه من دنیا و ما فیها. یک نفر رو شما نجات بدی از اعتیاد نجات بدی از انحراف نجات بدی از فقر نجات بدی هدایت بکنی به راه درست مثل اینکه همه دنیا رو فکر ما احیا ناس جمعی مثل اینکه همه مردم زنده کردی مثل اینکه در برابر کل زمین و آسمان در اختیار تو قرار گرفتن خب این نشون میده که ما در هر شرایطی نیازمند به کمک و یاری همدیگر هستیم اون چه مهمه این که ما تو این شرایط جامعه رو دعوت کنیم و جامعه رو تشویق کنیم به اینکه همدیگر رو کمک کنیم و یاری کنیم ما نیازمند هستیم به کمک این نیازمندی با یاری یکدیگر و فعال شدن همدیگر امکان پذیره که بخش بزرگیش رو حل و فصل کنیم یه بخشش هم لاقل کاهش بدیم محیط و طبیعت هم اینطوریه طبیعت هم نیاز به کمک داره یعنی شما الان ما در یک کشوری هستیم که همیشه در شرایط خوشسالی هستیم حالا ممکنه یک دو سال سه سالم هم ترسالی ایجاد بشه دو مرتبه میفتیم تو خوشسالی پس ما در یک کشوری هستیم نیازمند هستیم که آب رو حفظ بکنیم بتونیم آب رو در اختیار مردم قرار بدیم برای زندگی مردم برای کشاورزی مردم برای صنعت مردم الان بخش شرق کشور ما که الان میبینید پرتراوت نیست دوچار مشکل هست موزل اصلیش موزل آبه یعنی اونجا اگر آب بود زمین آماده ای هست برای کشاورزی مردم هم مردم با روحیه ای هستن میخوان کار بکنن که از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این بود که تلاش کرد که آب رو از دریا برسونه به فلات مرکزی ایران و این کار انجام شد به همدلله یعنی آغازی که ما شروع شده بود به این کار و شرکت هایی که در این راه آمده بودن و میخواستن فعالیت کنن حتی برخی از متخصصین ما میگفتن اصلا این کار که امکان پذیر نیست که اگر میشه آب دریا رو شیرین کرد برد 800 کیلومتر اونورتر هزار کیلومتر اونورتر با پمپاژ این آب رو رساند به اونجا مگه میشه خب این کار شد ما دیدیم آب شیرین شد در دریا و این آب آمد صدها کیلومتر این ورتر آمد تو استان کرمان آمد تو استان یزد ادامه پیدا میکنه استان اصفهان ادامه پیدا میکنه خراسان جنوبی خراسان رضوی خود سیستان و بلوچستان و یکی از راه های ما اینه ما اگر قدم برداشتیم برای اینکه یک منطقه ای رو آباد کنیم بخشی از کشور رو آباد بکنیم دست به دست هم دادیم این کار امکان پذیره این کار شدنی است خب یک محیطی که سالیان دراز در محرومیت بوده خب ما الان دیدیم سمنهایی هم هست که جغرافیاییه یعنی تمرکز پیدا میکنه بر یک بخشی از جغرافیای کشور که خب این هم ضروری است و لازم است خب ما میبینیم در منطقه شرق کشور در سیستان و بلوچستان الان در مسیر تحوله منطقه مکران در مسیر تحول ما جاسک اول دولت که رفتیم جاسک دیدیم جاسک یک شهرک کوچیک بود یه بخش بود یه جای محدودی بود ما رفتیم تو جمعشون براشون سخرانی کردیم اونجا من بهشون وعده دادم گفتم این جاس زیر رو خواهد شد اینجا متحول میشه امروز جاسک یک مرکز برای فعالیت اقتصادی شده اونجا هم در بخش دریا هم در بخش ما الان جاسک داریم تبدیل میکنیم به یک مرکز صادراتی برای نفت یعنی همطوری که ما نفت ما از خارک صادر میشد از این به بعد هم از خارک صادر میشه هم از جاسک صادر میشه حالا از لحاظ مسئله امنیت ملی اینا سر جای خودش محفوظ این کار کار خیلی عظیم و بزرگی است یعنی ما از خلیج فارس آمدیم بیرون یعنی اگر فردا مشکلی برای تنگه و هرمز و خلیج فارس پیش بیاد ما نفتمون رو بیرون خلیج فارس هم صادر میکنیم حالا اون سر جای خودش محفوظ هزار کیلومتر لوله ما کشیدیم یعنی از گوره تا جاسک انشالله تا تو اردی بهشت تا اواخر اردی بهشت انشالله امیدوارم این طرح افتتاح بشه هزار کیلومتر تمام لوله ساخت داخله تو داخل این لوله تولید شده و خب اولش ما اصلا نداشتیم یه همچون امکانات که همه این امکانات به وجود آمد کارگاه های بزرگ، مراکز بزرگ، کارخونه های بزرگ ما همه فعال شدن پمپ های تمام این مسیر پمپ ها همه داخلی است تمام لوله داخل تولید شده پمپ ها داخل تولید شده تراهی در داخله این کار عظیم و بزرگ شما میبینید یک بخش بزرگ کشور رو متحول میکنه البته وقتی متحول میشه این بخش او وقت تازه زمینه ایجاد میشه که تشکل ها بیان یعنی اون کار زیربنایی رو دولت انجام داده سواحل مکران رو زنده کرده جادهش رو دولت کشیده خواهم ما الان تقریبا تمام مسیر شما از بندر عباس تا به چابهار تمام مسیر داره دوبانده میشه دو خطه میشه بزرگ راه داره ایجاد میشه و بخش بزرگش بزرگ راه شده همه اینا از خوزستان شما میدید تا سیستان و بارشستان. تو این کار کار دولته راهن کار دولته ما داریم از چابهار این راهن رو میکشیم تا زاهدان بعدم از زاهدان ادامه پیدا میکنه تا خراسان خب این کار بزرگی که داره انجام میگیره که الان داره انجام میشه 700 کیلومتر راهن داره ایجاد میشه الان ما انشالله تا ماه خورداد از زاهدان به خاش رو افتتاح میکنیم این راهن آماده افتتاح میشه یه بخش دیگر از بخش چابهار به ایران شهر اونم تا آخر دولت آماده میشه کار عظیم و بزرگی است لوله گاز آمد تو سیستان و بلوچستان اونجا گاز نبود اصلا گاز آمد الان تو این استان استان یه تحول چون الان بس سیستان و بلوچستان تو جلسه ما شد و بخشی از سمنها دارن کار میکنن یه کارهای زیر است دولت باید انجام بده باید سرمایه گذاری بکنه بعدش یه کارهای عظیمی است دست تشکلهای مردم نهاده اونا دیگه باید وارد عملشون تو آموزش مردم، تو آگاهی مردم، تو اشتغال مردم، تو فرهنگ جامعه، مدارس، تو بهداشت جامعه همه اینها باید وارد شن، سمنها باید وارد شن و کمک کنند دولت هم در کنار اون ما بتونیم احیا بکنیم من واقعا تشکر میکنم از همه هایی که در های مختلف دارن فعالیت میکنن مخصوصا از تشکل ها و سمن هایی که جوون ها فعال شدن تو این دولت این بخش کاملا فعال شده جوونها ها به صحنه آمدن سمن های مختلف تشکل های مختلف صد مرکز به عنوان خانه جوان در کشور تأسیس شده که محل حضور اینهاست محل آموزش اینهاست محل همکاری اینهاست این کار یک کار ضرورت برای جامعه ما هست باید ادامه پیدا بکنه ما یکی از افتخارات ما این بوده در این زمینه تسهیلگری بیشتری کردیم کمک کردیم تشویق کردیم کار اصلی رو مردم انجام دادن کار اصلی ما تشکلهای مردمی است خوب دولت آمده از لحاظ الان هم بحث شد از لحاظ مقررات از لحاظ حقوق از لحاظ قانون هنوز هم باید اینا رو یاری کنیم کمک بکنیم در بخش های مختلف دولت باز هم در این زمینه ها یاری خواهد کرد و این کار بزرگ انشالله میتونه باعث توسعه کشور بشه وقتی ما میگیم توسعه یک توسعه همه جانبه ما نیاز داریم در این توسعه همه جانبه یه بخشی از توسعه در اختیار فعالان اجتماعی غیر دولتی است گاهی هم فعالان اجتماعی غیر واسطه میشن بین دولت و بین جامعه و مردم این واسطه گری رو انج... میانجیگری رو در واقع انجام میدن این کار هم سمنها دارن انجام میدن کار عظیم و بزرگی است به حمدالله در حال حرکت من تشکر میکنم از همه سمن ها از همه تشکل ها از همه خیرین عزیز که در بخش های مختلف فعال هستند تو جلسه امروز باز هم فرصتی بود که ما بشنویم سخن خیرین رو فعالان در این بخش اجتماعی رو و باز هم یاری کنیم تا پایان این دولت و انشاءالله دولت های بعد هم یاری خواهند کرد این کار کار خیر ارزشمندی است که هم اجر دنیوی داره هم اجر اخروی هم نشاط در دنیا برای ما هست و هم اجر در آخرت انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله و